سکوت ربیعی درباره اتهامات پرونده فساد بالاخره شکست. سرمربی سابق تیم فوتبال مصر رفسنجان گفت از تمام کسانی که با آبروی من بازی کردن به صورت قانونی عمل خواهم کرد. رضا جاودانی بعد از مصاحبه جنجالی با آدر احضار شد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید. محمد ربیعی در مورد اتهام نقش در پرونده فساد در فوتبال و توزیع سکه ها در جامعه فوتبال گفت: به هر حال نزدیک به یک ماست که این صحبت ها مطرح است. من سعی کردم که سکوت کنم به دلیل اعتمادی که به نهادهای نظارتی و دستگاه های قضایی داشتیم تا این دوستان کارشان را انجام بدن. بهترین مرجع برای اطلاع رسانی و بازرسی این مسائل همین دوستان هستن. ما مطمئن هستیم که همه چیز در نهایت مشخص خواهد شد، ولی الان احساس میکنم که فضا طور دیگری. سعی کردم به طور کلی با شما صحبت کنم. در حقیقت بگویم اینجور داستان ها و مواردی که ایجاد میکنم بخشی از آن میتواند ناشی از خصومت های شخصی با خود بنده یا بقیه موارد باشد. ما ابتدا باید اجازه بدهیم که ابتدا دستگاه قضایی کار خودش را انجام بدهد. تا زمانی که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی چیزی را اعلام نکردن، فکر میکنم بیان کردن، افترا زدن و هر گونه موارد میتواند راحت ترین کار ممکن باشد. من به شخص خودم به شما اعلام میکنم، بر خودم محفوظ میدارم که به صورت قانونی اقدام خواهم کرد. سرمربی تیم فوتبال زوبان با اشاره به صحبت‌های رضا جاودانی عضو کمیته انضباطی تصریح کرد: مگر میشود کسی که سمت حقوقی در فدراسیون فوتبال دارد به راحتی صحبت کند؟ حتما صحبت‌هایی که انجام دادن دارای مستندات است. من آبرویم را در این فوتبال قطره قطره جمع کردم و سالها زحمت کشیدم. به هیچ کس اجازه نمیدهم با آبرو، شخصیت و شرافت کاریم بازی کند. به سری از کیفیت فنی که در آن 4 سال در مصر رفسنجان ارائه دادم قویا دفاع میکنم. فکر میکنم یکی از پروژه های درست کاریم بوده که آنجا انجام شده است. حالا اگر فسادی آنجا وجود دارد که به صورت فردی است و فکر نمیکنم سیستماتیک باشد، دستگاه قضایی آن بررسی ها رو خواهد کرد. اینکه شما با آبروی افراد بازی کنید کار درستی نیست. در نشست خبری هم قبلا گفتم به راحتی با آبروی افراد بازی نکنید. هر کسی بخواهد چنین حرفی بزند قطعا سعی میکنم در مراجع قانونی کارم را پیش ببرم. میوه صبر شیرین است و زمان هم بهترین قاضی است، اما صبر خودم لبریز شده است. تمنا میکنم هرچه زودتر دستگاه‌های زیرآب تکلیف این قضیه را روشن کنم و به اطلاع کلیه مردم هم برسانم. بعد از احضار یک سری مدیران حتما ماجرایی در آن زمان وجود داشته است که دستگاه‌های نظارتی مشغول بررسی آن هستند. من مسئول فنی و سرمربی تیم است. هر صحبت و اتهامی به کسی وارد شده از خود آن شخص باید پاسخگو باشد. اتهاماتی را به من وارد کردن در حالی که من مسئول کار فنی و پروژه فنی هستم. ربیعی در مورد شایعه داوری مثل رفسنجان گفت: تمنا میکنم 5 سال اخیر یعنی امسال ذوب‌آهن را کنار 4 سال مثل رفسنجان هم مورد بررسی قرار بدهید. 10 کارشناس داوری مسئله را مورد بررسی قرار بدهند. ما بیشترین تیمی بودیم که از داوری در سال گذشته و نبود کمک داور ویدیویی متضرر شدیم. سرمربی پیشین مثل رفسنجان گفت: اولین سال حضور ما در لیگ برتر 3 بازی در لیگ و 1 بازی در جام حذفی داشتیم که در این 31 بازی حتی 1 پنالتی برای تیم ما گرفته نشده است. این پرونده هم میگویم مربوط به همان سال است. پس این چه بحث داوری بوده که در 31 بازی حتی 1 پنالتی برای آن تیم گرفته نشده است؟ به هر حال همه ما هوش و قدرت استدلال داریم. ربیعی با اشاره به جایگاه مصر رفسنجان در لیگ 1 عنوان کرد: تیم ما از ابتدا تا انتها صدرنشین بود و به لیگ 1 صعود کرد. من قطعا هرچه بوده شفاف توضیح دادم. در مورد کارهایمان توضیح دادیم. فکر میکنم تعداد افراد زیادی به عنوان مطلع دعوت شدن. هر کدام به عنوان مختلفی دعوت شدن. قول را به شما میدهم با مستندات در مورد هر چیزی که شبه برانگیز است در رسانه ملی شرکت خواهم کرد و جواب خواهم. منتظرم تعیین تکلیف این داستان انجام شود. ربیعی درباره پرونده فساد در فوتبال گفت: مسئول برگزاری مسابقه مثلا چه کار میتواند انجام بدهد؟ در بحث اتهاماتی که مطرح است حتما در جاهایی که عنوان شده مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد مدیر
رسانه‌ای و تعادل او با دیگران مشخص است. کما اینکه مدیر باشگاه میتواند پاسخگو باشد. قطعا تا الان پاسخگو بوده است. قطعا مدیر باشگاه در مورد تمام بخش‌ها از جمله مدیریت رسانه‌ای باشگاه پاسخگو است. من از آقای زین‌الدین خواهش میکنم تشریف بیارم و مشخصا درباره این موارد صحبت کنم. همچنین بعد از مصاحبه جنجالی رضا جاودانی با عادل فردوسی پور، سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت کمیته اخلاق فدراسیون در نامه‌ای به رئیس کمیته انضباطی خواست که با عنایت به مصاحبه اخیر عضو کمیته انضباطی رضا جاودانی در یکی از رسانه‌ها مستندات لازم پیرامون ادعاهای نامبرده مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال را به قید فوریت به کمیته اخلاق ارسال کند تا تصمیم قانونی در این باره اتخاذ شود. بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک لازم طبق مقررات و این نامه‌های کمیته اخلاق برخورد خواهد شد. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. نظر شما چی؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهتون.